سلام و درود حالا احوالتون چطوره توی این ویدیو درباره رمان کلی در باره صحبت میکنیم کلی در طولانی ترین و مفصل رمان مهم فارسیه و به همین خاطر و به خاطر ارزش های داستانی که داره خیلی مورد توجه قرار گرفته خیلی خونده میشه و تو این ویدیو من میخوام در برایش صحبت بکنم این ویدیو اعلام نظر منه یه جورایی نقد و بررسی کتابه نه معرفی کتاب به همین خاطر برای کسایی که یه کتاب رو خوندن یا اینکه میخوان دربارش بدونن و براشون مهم نیست که داستان تا یه حدی براشون افشا بشه اگر براتون مهمه این نکته رو از الان در نظر داشته باشید ضمن اینکه من خیلی اعتقاد ندارم به این قضیه‌ای که خیلی الان حساسیت وجود داره روی افشا کردن داستان به اصطلاح اسپویل کردن داستان و به نظرم این برای همه داستان ها نیست یعنی داستانی که خیلی تعلیق درش اهمیت داره اه، میشه گفت که درست نیست این داستان رو برای بقیه افشا کنیم ولی در برای همه داستان ها این طور نیست بعضی داستان ها اصلا مهم نیست شما آخر که بدونید میتونید با اون داستان پیش برید البته به لحاظ اجتماعی رفتار مؤدبانه ای نیست اینکه بدون خواست دیگران برشون داستان رو تعریف کنیم اما فکر کنم اونقدر هم خلاصه جدی نباید بگیرید از همین اول کار بهتر اعلام موضع کنم نسبت به این رمان تا شما بدونید که دیگه در ادامه من میخوام چه مسیر رو برم و چه خطی رو پیش بگیرم براش استدلال کنم من فکر میکنم که این رمان یک شاهکار ابتره یعنی یک اثریه که خیلی خوب شروع کرده خیلی خوب شروع میشه و با یک طرح داستان خیلی قوی جلو میاد در اون مایه هاشو خیلی خوب میچینه شخصیت هاش رو خوب معرفی میکنه درگیری رو ایجاد میکنه اما هرچی جلوتر میره نمیتونه این مهار این رشته هایی که به دست ما داده رو خودش کنترل کنه و این رشته از دستش خارج میشه و در آخر اصلا رها میشه و در نهایت میشه گفت که اون چیزی که میتونسته بشه نشده یعنی میتونست خیلی بهتر از اینها باشه و اگر خوبی هم داره اگر میتونیم بگیم رومان خوبیه به خاطر اون قسمت های ابتدایی ترشه و پایانش خوب نیست البته این رمان بر اساس داستان واقعی نوشته شده و خب این وقتی ما بهش نگاه میکنیم خودش خیلی میتونه جالب توجه باشه این رابطه ای که از بین اتفاقی که در واقع افتاده و رومانی که از روش نوشته شده ما خیلی مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که شخصیتی که در داستان وجود داره جداست از اون شخصیتی که در واقعیت وجود داشته و اینها رو با هم یکی بگیریم مثلا اگر یک دیالوگ از این میشنویم فوق العاده بدیهیه که نمیتونیم این دیالوگ رو به اون فرد واقعی نسبت بدیم مثلا اگر یک فیلم از زندگی ناپل اون درست کردن و یک دیالوگ از قولش گفتن طبیعیه که ما این دیالوگ رو نمیریم از قول ناپل اون واقعی بگیم این دوتا دوتا موجود متفاوت هستند. اما خب این طبیعتا روی هنرمند روی معلف اثر گذاشته یعنی معلف وقتی که داره اثرش رو می نویسه از اون واقعیت تأثیر میپذیره و اینکه این واقعیت چطور روی معلف تأثیر میذاره خودش به نظرم یک موضوع بحث جداست و خیلی هم جالبه مثلا در همین داستان به نظرم این قضیه خیلی لطمه زده به داستان دولت آبادی یعنی در ابتدا دقیقا حواسش هست که سررشته بحثش رو به دست بگیره و اطلاعات رو خورد خورد به دست مخاطب بده مخاطب رو توجیه کنه که من دارم در چه فضایی صحبت میکنم ویژگی های این سبک زندگی که شخصیت های داستان من دارن این ویژگی ها چی هست و چه شرایطیه چون خود دولت آبادی در اون محیط بزرگ شده در روستاهای سبزوار در استان خراسان اما میدونه که مخاطبش با اون فضا ممکنه آشنا نباشه اما هرچی میاد جلوتر دیگه کمتر التزام میبینه به اینکه اطلاعات رو مخاطب بده و اصلا وارد فضاهای سیاسی تنشهای به اصطلاح قدرتی که در داستان هست میبینیم که هرچی جلوتر میره اصلا اینا رو کوچکترین اطلاعاتی ازش به مخاطب نمیده حالا جلوتر درباره این صحبت میکنم ولی چیزی که اینجا لازم میبینم بگم اینه که به نظر من نصر این رمان نصر خوب و آموزنده ایه. اما یه چیز خیلی حیرت انگیز هم نیست خالی از اشکال هم نیست و در کل به نظرم با اینکه آموزنده است اما اصلا قابل قیاس نیست مثلا با پرگویی مارسل پروست که این کتاب به اشتباه به نظر من خیلی مقایسه میشه با جستجوی زمان از دست رفته اثر پروست چرا چون هر دوتاشون طولانیان در این حالی که اصلا شباهتی در سبک کار این دو نویسنده نیست پروست از یه نقطه کوچیک شروع میکنه و مدام جملهش رو توسعه میده هی hey, پرش میکنه هی hey, بهش اضافه میکنه توصیفات اضافه میکنه جزئیات اضافه میکنه اما این کار رو با کمال شیر دستی انجام میده و مسلط به چیزی که داره میگه هیچ جا احساس نمیکنیم که این عبارت رو لزومی هم نداشت بیاره مدام بداعت هست در هر یک از عباراتش اما با وجود اینکه کلیدر با این اثر پروست مقایسه میشه میتونیم بگیم که این ویژگی در نصر کلی در اصلا دیده نمیشه توصیفات مدام تکرار میشه و جایی که خودش رو ملتظم میبینه راوی به اینکه صحنه ای رو توصیف کنه یا اینکه بیاد از احساسات بگه از عواطفی که داره بگه اینها خیلی تکراریه و حتی بعضا ساده و دم دستیه یعنی مثلا در مقایسه با چه کسی بگم در مقایسه با که در کتابی مثل جنگ و صلح میاد شروع میکنه وسط داستان تز دادن یا مثلا صحبت کردن از ذات بشر از مسائل فلسفی مثل اون نیست که احساس کنی بله راوی به ذوق اومده و داره چیزی میگه احساس میکنیم که راوی نیاز میدیده که اینجا یک عبارتی بگه دوباره خیلی دارم ارجاعاتو رو زیاد میکنم اما دوست دارم اینو بگم مثلا فرض کنید در شاهنامه فردوسی بعضی جاها بعد از اینکه مثلا یک تراژدی رخ میده یک شخصیت مهمی مثلا کشته میشه یک چند عبارتی به حالت فلسفی میاره میگه مثلا چنین است رسم سرای سپنج و این عبارت رو هی تکرار میکنه هی در چند جای مختلف این رو میاره اما این یک نوع کد دادن پرگویی نمیکنه اگر هم توصیفی میکنه اگر تشریحی میده از اون صحنه بازوق این کار رو انجام میده ولی دولت آبادی که که همون چنین است رسم سرای سپنج رو با پرگویی میاد بیان میکنه و اصلا نمیچسبه اینجور کارهاش اینجور قسمت های پرگوییش واقعا چندان نیافزوده به ارزش داستانش گرچه یک سری انتقاداتی هم هست به این رمان که من با اونها هم مخالفم مثلا این که میگن این داستان همش پرگوییه و قابل خلاصه کردن بوده من فکر میکنم این که حجم داستان زیاده همش هم به خاطر توصیفات نیست و به خاطر این قسمت هایی که نالازم بوده نیست بیشتر به خاطر اینه که دامنه داستان زیاده یعنی شخصیت های زیادی وارد شدن موقعیت های زیادی تشریح میشه و اتفاقا یکی از ضعف های داستان همینه که یه سری شخصیت ها پرداخته میشن پرداخته میشن پرداخته میشن تا آخرش هیچ کاری نکنن این واقعا عجیبه مثلا شخصیت قدیر کربلای خدا داد در این داستان برای من جز جالب ترین شخصیت ها بود و مدام من دنبال که یکی از شخصیت مورد علاقه من بود این که میخواد سرنوشتش چی بشه و در نهایت دیدم که هیچی یعنی بجز این که یک تحول شخصیت داشت که جالب بود یک به اصطلاح مثل تجلی در زندگیش بود اون صحنه که آتیش در خرمن میفته و ظاهرا متهم همون قدیر کربلای خدا داد و این کار رو اون انجام داده که خرمن رو آتیش زده اما بعد از اون میبینیم که یک حالت تنبه درش به وجود میاد به سمت منفی شدن به سمت اینکه کنار بیاد برای آدم های بدی مثل بندار کار کنه اما به جز این دیگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته و هیچ کاری باش نداریم دوباره همینه شیدا باش ما هیچ کاری نداریم حالا یه سری شخصیت هستن که نمادینن یه جورایی نمادین نه به معنی اینکه میخوان یک چیز خارج از خودشون رو بیان کنن بلکه صرفا هستن که اون موقعیت رو نشون بدن مثلا مثل شخصیت ماه درویش که میخواد مثلا اون ضعف و خلاصه گرفتاری که در سبک زندگیش هست رو نشون بده حالا زیاد نریم سراغ اون یا مثلا شخصیت خانها اون آلاجاقی که اینها خب بالاخره نماد اون قشت هستن اما شخصیت هایی که ما هی سراغ روحیاتشون رفتیم سراغ درونیاتشون رفتیم و میبینیم هیچ کاری با این نداریم با عباس جان ما هیچ کاری نداریم با نادلی کاری نداریم و اینا اصلا رها میشن میرن اینا هیچ نقشی در پایان داستان ندارن و خب این عجیبه واقعا این همه اینا پرداخته شدن به کوچکترین وقایع زندگی اینا پرداخته میشه تا در نهایت ولشون بیارن و بریم سراغ گل محمد خودمون که شخصیت اصلی داستانه این داستان بین سال‌های 1325 و 1327 هجری شمسی باید اتفاق افتاده باشه چرا؟ چون در سال 1325 یک قائله شورشی در آذربایجان رخ میده که توسط حکومت مرکزی سرکوب میشه و شخصیت گل محمد گفته میشه که در دوران سربازیش در اونجا بوده و جز نیروهایی بوده که مبارزه میکردن علیه شورشی ها این رو اینجا داشته باشیم گل محمد از اونجا برگشته یعنی قاعدتا سال 5 سال 25 باید فرار رسیده باشه چون گل محمد اونجا بوده و برگشته از اون طرف در پایان داستان سال 1127 سوء قصد میشه به جان محمد رضا پهلوی شاه ایران و بر اثر اون سوء قصد بعد از اون سوء قصد یک فضای متشنجی به وجود میاد و یک سری گروه های سیاسی سرکوب میشن و این واقعه اثرگذار در داستان و این هم دوباره میشه به نوعی آغاز پایان داستان ما پس این داستان باید در حدود دو سال اتفاق افتاده باشه ولی ما با داستان که پیش میریم احساس میریم که خیلی بیش از اینها میگذره گرچه که خب اون گذر فصل ها با توجه به اون محیط روستایی و حتی اون محیط اشایری برای ما باید ملموس باشه اما یه مقدار خلاصه احساس میشه که داره سیر داستان اینقدر طولانی میشه که آدم فکر میکنه یه ده سالی گذشت و خلاصه انگار نه انگار پس کل این قیام گل محمد ها به اصطلاح بعد طی دو سال بوده باشه محیط داستان هم که گفتیم در شهر در روستاهای سبزوار یعنی این خان بزرگی که اینا ازش صحبت میکنن یکی از خانهای محلی سبزواره که این هم فردی بوده حالا در واقع از خانواده اداقی ظاهرن و در داستان شده آلا جاقی حالا دیگه نمیدونم برای دلایل قانونی بوده از ترس مثلا اینکه خصومتی پیش بیاد نمیدونم که تغییر نام در بعضی افراد به خصوص شخصیت های منفی اتفاق افتاده علتش چیه خود دولت آبادی در سال 1119 به دنیا آمده یعنی وقتی این اتفاقات داشته میافتاده خرد سال بوده و میگه که این داستان رو من در سن 27 سالگی ظاهرا شروع کردم به نوشتنش و یه بیش از ده سال فکر کنم روش کار کرده باشه بعد از انقلاب همون اوایل انقلاب حدودای سال 57 میاد نصفه اول داستان رو منتشر میکنه و باقیش میمونه به مرور تا چند سال بعد منتشر میشه حالا دیگه من در جریان نیستم دقیق سیر چاپ و نشر داستان به چه صورت بوده و چطور پیش رفته اما به نظر میسه که اینها رو از قبل نوشته و داشته پیش خودش و چاپش به مرور انجام شده حالا یه سری ویرایش هایی روش انجام شده شروع این داستان همونطور که گفتم واقعا طوفانیه یعنی اولش ما یه سری شخصیت ها رو باشون آشنا میشیم در این حالی که خیلی زود اتفاق میفته اما واقعا جذابن این شخصیت ها برای ما و تنش از همون اول در داستان شروع میشه این گره هایی که معلوم نیست چطور قرار باز بشن و تنش هایی که به وجود میاد طبیعتا تمام جاذبه داستان در همین و خیلی خوب این داستان از همون اول این اتفاقات رو به ما نشون میده با کاراکتر مارال شروع میشه حالا من نمیخوام داستان رو تعریف کنم چون گفتم که فرض رو بر این میذارم که شما آشنا هستید خیلی زود همین اول داستان چالش عاشقانه به وجود میاد بین دو نفر این مارال و گل محمد که هر دو نفرشون متعهد هستن به نوعی به فرد دیگری یعنی گل محمد ازدواج کرده و مارال هم نامزد و خیلی زود یک چالش عاشقانه ای داستان به ما معرفی میکنه جالبه که در صحنه اولیه مواجهه اولیه اینها با وجود اینکه با هم فامیل هم هستن و اصلا مارال داره میره که خانواده محمد به خانواده گل محمد بپیونده اتفاقی که میفته اینه که در هینی که داشته آبتنی میکرده چون هوا خیلی گرم بوده این گل محمد که از اونجا اتفاقی رد می شده مارال رو می بینه و این صحنه ما رو یاد کجا میندازه من که خیلی یاد خسرو و شیرین میافتم و اون صحنه که خسرو و شیرین رو در آب می بینه بدون اینکه بشناسه و شیرین هم میاد سوار اس میشه و سریعا میره اینجا هم یک کمچین اتفاق میفته مونتا برعکسش که گل محمد خودش صحنه رو ترک میکنه و میره پس این داستان با همین گره عاشقانه شروع میشه به نظرم یکی از جاذبه اصلی این داستان همینه که ما رو میبره به یک فضایی که چه به لحاظ سبک زندگی و چه به لحاظ اخلاقی برای ما یک مقدار غریبه این یعنی چی یه مقدار توضیح بدم ببینید به نظر یکی از ضعف داست... فضای داستان نویسی امروز در کشور ما اینه یعنی که ما هرچی داستان میخونیم در یک محیط یکسان اتفاق میفته اصلا فیلم ها هم همین شده یعنی زندگی آپارتمان نشینی شهری که خیلی داستان دارن در این تکرار میشن حالا میاد مثلا مخاطب وقتی میخواد چالش های قهرمان داستان اینه مثلا طرف میگه آره مثلا فرض کنید قصد دارم گرفتاری دارم نمیدونم یه مقدار که مثلا یه مقدار آدم شورشگری یه نسبت به ساختار اجتماعی میگه آره مثلا من یه مقدار درگیری فلسفی مال در کنار اینا دارم خیلی این فضا یکسانه اما این داستان ما رو میبره تو یک ذهنیت دیگری و اصلا حتی به لحاظ اخلاقی وقتی ما به داستان نگم پیچیدگی اخلاقیش خیلی زیاده حالا در ادامه اینو توضیح میدم ببینید ما میریم سبک زندگی اشایری رو میبینیم از اون طرف این مناسباتی که بین اینها هست و بین شخصیت های داستان حاکمه ما میریم به اون فضای زندگی اشایری و در همین اول کار اون دختر خانواده کلمیشی شیرو رو داریم که علاقمند به یک درویش که جایگاه اجتماعیش خیلی پایینه و وضع زندگیش اصلا خیلی سخته و میخواد با اون فرار کنه و بره یک زندگی جدید تشکیل بده اما خب کجا میخواد بره مثلا اون سر دنیا که نمیتونه بره نهایتا میخواد بره دو تا روستا اون خودش خیلی جالبه از اون طرف دایی این خانواده رو داریم که یک فرد بسیار ساختار شکنیه و یک آدم بسیار خوشگذرانیه و حالا علاقه من شده به یک دختر خانومی که خانوادهش راضی نیستن بین ازدواج و قراره با یک فرد بسیار ثروتمند و دارای جایگاهی که از بستگانشون هست ازدواج کنه حالا این میخواد بره اونو از خونه اونها بدزده و بدزده کجا ببره اون هم چطوری با تیر تفنگ میخوان برن بدزدنش یعنی نکنید این فضا اصلا در زندگی امروز ما خیلی غریب و عجیبه برای ما و اصلا در ذهنیت روزمره ما نیست همین برای ما خیلی میتونه جاذبه داشته باشه اون هم در شرطی که نویسنده ارتباط داره یه جور ارتباط ذهنی داره با این فضا و مثل داستان نیست که همش از خودش سرهم کرده باشه نتونه چفت و بستش رو دقیق روی هم جور کنه و یه چیزی همینطوری رو هوا گفته باشه مثل افسانه شاه پریان نیست حالا با حفظ احترام برای افسانه شاه خلاصه نویسنده یک ارتباطی داره با این فضا و ما رو میبره همراه خودش به اون فضا گرچه حالا دقیق مطابقه با واقعیت سبک زندگی اونها هم نباشه بعد از اون طرف مهمترین اتفاق عاشقانه این داستان شما فکر کنید مهمترین عشق این داستان عشق بین شخصیت اول مرد و شخصیت اول زنه که گل محمد و مارال هستن بعد جالبه که ارتباط اینها یک ارتباط عجیب و اصلا تجاوزگونه است یعنی واقعا ما نمیتونیم درک کنیم که آیا واقعا این اتفاقی که افتاد تجاوز بود یا رضایتی درش بود گرچه که دقیقا بلا فاصله به ازدواج منتهی میشه گل محمد دست مارال رو میگیره میبره پیش عاقد میگه اینو برای من عقد کن و اصلا ما درک نمی کنیم چه اتفاقی افتاد اینقدر مثلا شهودی و اینقدر بدون حرف و حدیث اینها فهمیدن که از همدیگه خوششون میاد و بعد این پذیرفته میشه در خانواده خیلی راحت میگه خب یه چادر دیگه هم درست میکنیم این یکی زنم رو هم ببرم تو یک چادر دیگه ساکن کنم در حالی که تا الان خودش زن داشته و اون زن قبلی کلا، اصلا نظرش پرسیده نمیشه هیچ حتی اعتراض هم نمیتونه بکنه باز اگر بخوایم از نگاه پیچیدگی اخلاقی بهش نگاه کنیم به این میرسیم که مثلا شما در نظر بگیرید وقتی اینها دیگه تقیان میکنن و یه گروهکی خلاصه برای خودشون تشکیل میدن ما در یک قسمت به وضوح میبینیم که این شخصیت خانمو که شخصیت منفی هم نیست گرچه کم حالا بیکل است به یک نفر تجاوز کرده و بعد با این قضیه خیلی عادی برخورد میشه اینطوری که حالا این مثلا بی نظمی ها چیه که شما میکنی این مثلا شیطنت ها چیه که میکنی اصلا به چشم یک اتفاق عجیب و غریب بهش نگاه نمیشه در حین مثلا این قارتی که میکردن که اصلا در داستان به چشم قارتگریه به اون معنا هم بهش نگاه نمیشه حتی نزد شخصیت های درون داستان هم بهش نگاه نمیشه نمیخوام بگم این اخلاقی سازی شده توسط راوی و دوباره نمونه های زیاده نمونه های چالش هایی که ما واقعا نمیفهمیم طرف خوب داستان کیه و اصلا اگر نویسنده اینقدر همدلی داره با این گروه گل محمد ها خب علتش چیه چی میبینه در اینها مثلا برتری اخلاقی اینها در چیه دوباره اینها مثلا یه برنامه ای که خیلی جدی پیگیری میکنن اینه که فلان خانواده رو مجبور کنیم دخترشون رو به عقد این برادر کوچکتر بیگ محمد در اصلا چیزی که برای ما خیلی مبهمه اینه که چی میشه که گل محمد سر اینها میشه مثلا حالا یک سری ویژگی های یک سری کمالاتی در گل محمد نشون داده میشه اما واقعا معلوم نیست چرا مثلا شخصیت خانمو سر دسته نیست چرا خان محمد نیست همه خیلی راحت برتری او رو پذیرفتن یعنی یه جورایی یه قسمت خالی داره بین اینکه اینها مجبور میشن به تقیان و بعدش که یه گروه منسجمی هستن که دیگه تقیانشون رو شروع کردن و این فاصله اینکه چی میشه که به اونجا میرسه به ما گفته نمیشه حتی ارتباط بین اینها اینکه اینها چطور مدیریت میکنن و این دسته چطور نظم میدم کنه در تمام طول داستان مبهمه حتی ارتباط گرفتن اینها با سطوح دیگه مثلا گفته میشه که بله این گل محمد با خانها یک ارتباطی گرفته و بعد یه عده تشویقش میکنن که این ارتباط رو ادامه بده سعی کن خودت رو به اینها بچسبونی اصلا از فاز اوسیانگر در بیا یک امان ای بگیری و خلاصه تو هم فرد حکومتی بشی و از طرف یه عده میگن که نه این کار نکن اما کلا اون صحنه ای که رفته با اینها به اصطلاح پولو خورده برای ما مشخص نمیشه که چطور اتفاقی بوده این اگر یادتون باشه اون ترانه مشهوری هم که هست به اصطلاح اون لالایی سنتی که از زبان مادر گل محمد خونده میشه یه اشاره به این داره میگه چند بار گفتم پلا نخور و روی یک کوها تا و نخور این پلا نخور فکر کنم همین پلو خوردن با اون خانه آلاجاقی که توی داستان بهش اشاره میشه و خلاصه پیچیدگی اخلاقی داستان زیاده چه به لحاظ اینکه حالا بخوایم بیایم با اخلاقی که امروز میپذیریم بسنجیم چه اصلا حالا بخوایم به هر معنایی مثلا گل محمد در اون نبرد اول بعد از اینکه شکست میده دشمن خودش رو اون سربازانی که اسیر شدن گوششون رو میبره و بعد میفرسته برن حالا خیلی هم کریمانه به اصطلاح برخورد و میگه همین که جونتون رو بخشیدم خیلی دوست کردم یا مثلا یک سر صحنه هایی داره که واقعا برای ما غریبه و اتفاقا نه خیلی خوبه یعنی به نظرم از نقاط قوت این داستان این صحنه هاست و جاذبهش در همینه یه صحنه داره که یک فردی اومده خیلی با ادعای زیاد اومده که اینها رو شکست بده از طرف حکومت مرکزی و بعد یک فرد مسن محلی که با اینها همکاری داشته رو و یک بزرگی رو ریشش رو سوزونده در برابر خانوادهش برای اینکه به سلاح اذیتش کنه و حاضر بشه که همکاری کنه بر علیه گل محمد ها بعد میبینیم که اینها میرن شکستش میدن سرش رو جدا میکنن و با خودشون میارن و به این فرد که خب سر صورتی سوخته میگه که میخوای بنزمش توی تنور سرش بتره که ببینید مثلا به عنوان یک صحنه جالب مثلا پیشنهاد میده و اون میگه نه نمیخوام ببینید خیلی برای ما این صحنه غریبه در این حال از واقعا از جاذبه داستانه اما ببینید مسئله من با این داستانی نیست که ارزش گذاری کاراکترهای داستان ارزش گذاری ما نیست دقیقا من حرفم اینه که ارزش گذاری خود اینها برای ما خوب تعریف نشده و یه ساختار منطقی توش چیده نشده اینکه این آدم چی فکر میکنه چه ارزشی داره و بر چه اساسی داره تصمیم میگیره ما میبینیم این آشفتگی در رفتار گل محمد مثلا هست در رفتار خیلی از شخصیت ها هست و نمیدونیم که داستان دقیقا داره چی رو به ما نشون میده مثلا گل محمد حاضر نمیشه که با خانهای محلی بیش از این همکاری کنه با حکومت محلی دست به یکی کنه و خلاص آدم حکومت بشه اما از اون طرف نمیخواد قهرمان عموم هم باشه و خلاصه به مردم بیشتر کمک کنه به خانها ضربه بزنه یه جورایی به این پیش میره نه به صورت منطقی و اصلا میره به سمت مرکه سعی میکنه که راه خودش رو باز کنه به سمت اینکه شکست بخوره و به سمت اینکه بدترین تصمیمات رو بگیره تا در نهایت کشته بشه انگار یک رفتار جنون و آمیزیه و بعد این رو یک جورهایی معلف میخواد یک منطق شهادت ازش در بیاره مدام هرچی جلوتر میره سعی میکنه به خصوص با تشبیه به امام حسین بیاد یک فضای ایجاد کنه که بله مثلا گل محمد خودش خواهان اینه که زودتر به شهادت برسه و این داستان رو مثلا با عاقبت به خیری کنه در صورتی که اصلا آدم نمیفهمه چرا بچه همچین تصمیم بگیره خب اگر مثلا منفعت جویه میتونه بره به خانها بپیونده و منافع رو به دست بیاره اگر به دنبال اینه که به مردم خدمت بکنه خب میتونه این کار رو انجام بده اما به این پیش میره هم یه جاهایی منافع خودش رو ضایع میکنه و هم یک جاهایی خدمتون ارز کنم که از قهرمان بودن سرباز میزنه و عمل سعی رو انجام نمیده میشه گفت شخصیت خاکستری دوگانگی اخلاقی اما به نظرم خب این با نوع روایت راوی نمیخونه یعنی راوی خیلی دیگه داره این شخصیت خاکستری که میتونه یک اتفاق تراژیک براش بیفته و خب ما هم بگیم بله بالاخره مثل هر دیگه این اتفاق افتاد خیلی سعی میکنه که این رو برای ما به اصطلاح دراماتیزه کنه و یه جورایی به ما این احساس رو بده که این قهرمان داره به خلاصه سمت شهادت میره و ما باید خیلی سوگوار و متاثر باشیم از اینکه این اصفه اخلاق مثلا داره کشته میشه و دقیقا من فکر میکنم یکی از ضعف های دولت آبادی در این داستان در نشون دادن پریشانی روانی و جنونه یعنی بعضی وقتا به این فکر میکردم که شاید خب حالا میخواد بگه که یک حالت پریشانی داره گل محمد که قطعا همین هم هست حالای کالت پریشانی هست شاید به مثلا جنون نرسه اما کلا در نشون دادن رفتار جنون آمیز خیلی آجزانه رفتار میکنه در حالی که مثلا در کتابی مثل اوسنه بابا صبحان من فکر میکنم خیلی بهترین رو اجرا کرده بود ولی در کلیدر واقعا جنون خیلی آبکی و دم دستیه ما اون شخصیت نادلی رو داریم اگر اشتباه نکنم درباره اسمش که واقعا خیلی بد دیوانگیش به تصویر کشیده میشه و خیلی شخصیت آشفته و درهمیه یعنی یه جورایی خوب پرداخته نشده بجز اون صحنه ای که در آخر میاد درگیر میشه با پسر آلاجاقی و اون گوشش رو میبره یه مقدار اونجا خلاصه یک رشد میکنه اما در نهایت این مونولوک های که میگه اصلا نمیچسبه و در کل این از ضعف های داستانه به نظرم دیالوگ ها و مونولوک ها خیلی تشخص ندارن یعنی فرد با فرد گفته هاش زیاد فرق نمیکنه. گرچه یک سری جاهای اومده یک سری تکه کلام ها مثلا گنجونده مثل اون شخصیت پیرخالو که مدام میگه خاطر جمع خاطر جمع اما این تشخص اصلا احساس نمیشه و دیگه بدترین صحنه اینه که میاد در قسمت پایانی اونجایی که فردی که یکی از مسئولین حکومتی یعنی نمیدونم فرماندار شهردار داره اعلام میکنه که بله ما باید جلوی رفتار خرابکارها رو بگیریم و اینها واقعا نصری که برای بیان دیالوگ های اون به کار برده شده خیلی دم دستیه و خیلی زورکی سعی کرده اون تشخص رو بگنجونه در کلامش من فکر میکنم از جاهای خوب این داستان همین صحنه های درگیری و نبردشه گرچه که شاید بهتر از این هم میتونست باشه اما یک سری زرافت هایی درش هست که خیلی خوب پرداخته شده من جمله این که ابزار اصلی جنگ و سلاح اصلی در این داستان تفنگ برنوه و کلا در این فضا وقتی ما نگاه میکنیم یک جورایی خوب با توجه به اون فقر امکانات و فقر تسلیحات برتری خاصی بین نیروی امنیه و فرد شورشی نیست و اینکه این, که این تفنگ ها خب چون تفنگ های تکتیر هستن و حالت رگبار ندارن در اون پایان ما میبینیم اون صحنه که تفنگ رگبار وارد داستان میشه اصلا یه چیز جدیدیه یک نوع جدیدی از جنگیدن این فضایی که ایجاد شده اینکه اینها چطور باید با این درگیر بشن نگاه کنید مثلا در فیلم های وسترن این فاز دوئل کردن و تیراندازی با هفتیر خب یک مدل جدید میده به داستان یک تنوع خاصی میده من فکر می‌کنم که در این داستان این نکته دیده میشه و یه جورایی اینکه تک تیرانداز خوبی بودن انقدر تأثیر گذاره خب در این داستان دیده میشه و خوب بهش پرداخته شده گرچه داریم مثلا فیلم الان داریم در این جان اما فکر کنم این داستان به لحاظ نشون دادن این موفق بوده اما فکر کنم مهمترین چیزی که میتونه ضعف این داستان باشه و چیزی بوده که این داستان رو باعث شکست شده اون قسمتیه که به صورت زورکی یک شخصیتی به نام ستار وارد داستان میشه و میاد یک سری نگاه های سیاسی و حزبی به زور میخواد در این وسط به صلاح زور چپون بشه و واقعا نچسبیده به داستان یعنی این شخصیت ستار بلا تکلیف در این شخصیت داستانه اصلا یه جورایی یک بار دراماتیک خیلی علکی رویشون نشه. و اصلا کلا توی فضای سیاسی داستان ضعیفه دوستان ستار همه شخصیت های خوب پرداخته نشده شخصیت های آبکی که معلوم نیست چی کارن و اون به اصطلاح عمق اخلاقی رو ندارن اون عمقی که مثلا در ویژگی های مختلف برای بقیه کارکتر ها تعریف شده برای اینها نیست ها فقط یک سری آدم هستن که چیده شدن اینجا به عنوان زینت و در نهایت هم فکر میکنم پایان داستان رو همین نگرش تا یک حدی خراب کرده یعنی اینکه که نمیدونم دولت آبادی شاید احساس میگرده یک تراژدی به اندازه کافی خوب نیست به اندازه کافی کافی نیست و میخواسته یک جورایی یک باری بکشه بیرون یک مرسیه از این داستان بکشه بیرون که نتیجه اخلاقی داشته باشه در صورتی که اصلا نداره من واقعا نمیدونم چی قرار بود ما برداشت بکنیم و چی قرار بود یاد بگیریم از این شهادت گل محمد ها و در نهایت به نظرم این اصلا ننشسته بود روی داستان خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر که نظری دارید درباره این رمان یا دیگر آثار آقای دولت آبادی خوشحال میشم که برام بنویسید و اینکه این ویدیو رو برای کسایی که فکر می‌کنید ممکنه دوست داشته باشن بفرستید و تا ویدیوهای دیگه روزگارتون خوش